خیلی خوش اومدین. به به، خیلی خوش اومدین. عید همگی مبارک. عید همگی مبارک. به به نام خدا سلام. با یه قسمت دیگه از شوتبال در خدمتتون هستیم. قبل از شروع مسابقه میلاد امام زمان و نیمه شعبان و خدمت همه هموطنا تبریک میگم. برای خودتون کف بزنیم. چند تا پدر و پسر امشب داریم؟ دست ها بالا. پدر و پسر ها؟ واه، اصلا دیگه داره مد میشه شوتبال. شما پدر و پسرین؟ امشب دو تا مهمون درجه یک داریم براتون، به خاطر اینکه شب عیده، گفتیم واقعا جذاب باشه برنامه براتون. دو تا هنرمند که در چند رشته واقعا هنرمندن، هم نویسندن، هم کمدیانن، هم اجرا میکنن، هم عبدالله روا و ابوطالب حسینی هن. عبدالله جون خوش اومدی، آقا ابوطالب خوش اومدی. با بیننده ها یه تبریک. سلام به بیننده های عزیز. عید نیمه شعبان، تولد امام زمان مبارک باشه به همتون، به همه عزیزان که اینجا هستن. ببخشی سر پای دیگه، ایشالله امشب خوب باشه و من ببرم. زنده باشه آقا ابوطالب. سلام عرض میکنم، عید همه دوستان رو تبریک میگن، عزیزانی که داخل استودیو هستن و دوستانی که از طریق تلویزیون میبینن ما رو. اومدیم که ببریم دیگه، ولی خب حالا یکم رحم کنیم که متعادل باشه. منو میگه عبدالله چقدر سخت جلوی تو اجرا کرد. نگو آقا، اختیار دارید. امیر حسین عزیز که خدا رو شکر الان داره از استعدادش توی کار ما، یعنی اجرا هم استفاده میشه، ما هم میبینیم حال میکنیم. برای امیر حسین خان خواهش میکنم. و تازه یه چیزی بگم درباره کیا مجری میشن، آدم که سر زبون دارن دیگه، یا مثلا کیا بازیگر میشن. بچه هایی مثلا همین الان میارن بچه ها رو، میگن این بچه ما انقدر خوب حرف میزنه، اینو برد مجری بشه. مثلا این تا 4 سالگی حرف نمیزده. آقا من همین الان هم به خدا اصلا روزی که صحبت شد، من چند ساله بهم پیشنهاد میکنن هی اجرا، میگفتم آقا اجرا یکی از ویژگیاش اینه که باید خیلی سلیس و زیبا حرف بزنی، من هم سینم میزنه هم شینم میزنه. ولی مقداد مومن نژاد گفت نه دیگه آقا، ما میخوایم سینش بزنه. به افتخار مقدادم یک حرف بزنه. مقداد اون زمانی که ما برنامه میساختیم، بازیگرای معروفی مثل امیرحسین کمتر با ما همراهی میکردن. اون زمانی که ما تازه شروع کرده بودیم، امیرحسین همیشه به ما محبت داشت. من گذاشته بودم یه بار که مثلا یه همچین شرایطی شد بگم که خیلی دل بزرگی داره، هرچی هم به دست میاره مال دلشه. ابوطالب هم همینطور. اینو به منم گفته. آره. من هر کی موفق شه میگه دلشه. خیلی خیلی ولی تاثیر داره. عبدالله جون این روزا چیکار میکنی؟ ما برنامه چی داری الان؟ عیده یه خورده غمگینی داشتم من حقیقتش، حالا بهش نمیپردازم، ولی خدا رو شکر دوستای خیلی عزیزی کنارمون بودن و ما ویدیو چک نوروزی رو داشتیم که تو ایام نوروز پخش شد. ابوطالب هم نویسنده ویدیو چک. خیلی برنامه باحالی بود. برنامه نو، فکر میکنم اولین برنامه این مدلی تو ایران بود. درسته؟ اگه که خدا بخواد نمونه موفقش بود. نمونه... آره تو ایران من خب اگرم بوده پس حتما به چش نیومده، چون من دیدم و یکی از قسمتاتم که دیدم زنگ زدم بهت. زنده باشی، دست در نکنه. آره زنگ زدم گفتم قسمت رو دیدم، درجه یک بود، با قدرت ایشالله همینطوری بری جلو. الان بعد از این اعیاد برنامه چیزی نداری؟ همون ویدیو چک رو ادامه میدیم، اگه ایشون وقت کنن چیزی بنویسن برای ما. سه شنبه ها رو دارید؟ پنج شنبه شبا پخش میشه، دو شنبه و بعض وقت سه شنبه تکرار داره. تکرار داره. خب من تکرارش میگم. ابوطالب که ماشاءالله
ده جا کار میکنه الان. نه دیگه الان دستگیرش کنن آقا، چند شغله است آقا. چند شغل الان کجاهایی؟ من ویدیو چکم با خود آقای روا و بله. فان 120 رو تازه شروع کردیم از هفته پیش با آقا عادل که ان شاءالله بهتر شیم و با آقا عادل فروسی پور اسم برنامه چیه؟ فوتبال 120. فوتبال 120 خب قسمت فانشو شبکه ورزش با عادل همه بچه ها دیدن آقا 120 ها ویدیو چکی ها یه دست بزن آها شبکه ورزش. ارسی چه خبر؟ از رامبو چه خبر؟ آرام بودم که خب عید سرشون شلوغ بود سر همین ویژه برنامه‌ای که فعلا داره استراحت میکنه و حالا داره نفس میکشه. ان شاءالله گفتن که زمستون فکر کنم دوباره برنامه رو بسازن. من فکر کنم زودتر، فکر کنم از اواسط پاییز شروع بشه. ان شاءالله بریم با قدرت شروع کنیم. ما یه مسابقه دارت ثابته، 4 تا مسابقه با انتخاب خود بچه‌هاست. اولیش عبدالله جون انتخاب کن. هر چی بخوایم آخه. همین اولی. میشه؟ بازی که قد توش تأثیر داره رو حذف می‌کردی. تو در تو قد خیلی تأثیر داره. چیه؟ تو در تو. و دوستان این آرم تبلیغاتی نیستش، مال باشگاه فوتبال لیورپولی‌ها. یه دست بزنن. لیورپول. آقا من تیشرت منچسترم آورده بودم چون تبلیغ داشت نشد بپوشم، برای منچستر دست بزنم. آخه منچستر داشت ولی منچستر خودش یه اسپانسر داره که چیه؟ آره یونایتد. منچستر اون که اسمش سیتیه، منچستر نیست که. در مورد منچستر یونایتد که گفتی اصلا نگاه کن صورتش باز شد. بعد در مورد فوتبال بودن آقای رستمی هم بگم. آقا دارم صحبت میکنم آقای روا. البته شما بزرگتر بفهمید. در مورد آخه چیز اشتباهی فوتبالی بودن آقای رستمی. من لباسو عوض کردم گفتم کلاغه چیه؟ یعنی یه بار فوتبال انگلیسی جالبه که دو تا سریال فوتبالی هم بازی کرده. سه تا پژمان هم بود، خودت بودی تو پژمان. آره ولی واقعا امیر حسین من مطمئنم تا 4-5 سال پیش که نمیدونست توپ از خط رد چه گله، فکر کرد باید بخوره به تور. ولی چیزو نمیدونه، هنوزم نمیدونه آفساید چیه. نه آفسایدو آقای پروین سر 3-5-2 وقت گذاشت خصوصی بهم یاد داد. الان یادته؟ آره یه خط خیلی توضیحش داشت. خب برش کن قبوله. بعد خب این منچستر یونایتد نه لیورپوله. لیورپول استقلال، پرسپولیس، زباهن، سپاهان، بیشتر همین لیورپول، ولی خب تو تیمای داخلی پرسپولیس. پرسپولیس آه رهوا به خاطر اینکه اجرا میکنه نمیتونه بگه استقلالی ام. حالا من واقعا تو شرایطی ام که با یه بستنی عوض میکنم الان تیممو، یعنی زیاد رو اون حساب به من رأی ندید، ولی رأیی که نی. نه ولی تشویق تاثیر داره. ولی خب در هر صورت منچستریا تشویق کنن بیشتر منو. دست مرسی. اولی رو انتخاب کن ابو طالب جون. توپخونه. توپخونه رو من برداشته. ما یه بار خدا بهمون رحم کرد کامران تفتی رو داشتیم از دست میدادیم. اوه. سر توپخونه. شروع کرد بدون تمرین پرت کردن با دست بله قلبش گرفت یه لحظه. آره کامران خب نشست. باید مواظب باشه. بابا پس اینو سریع انجام بده. آره نه من اونو میبرم. هر کدوم میخواستم بشه قوطی چین. قوطی چین باله خیلی باله. بابا یه چیزی بیار زور توش باشه. زور همین تو خونه بسته دیگه. تو خونه خوبه بده. آره دیگه مسابقه کشتی که نیومدی که زور توش. سبقت آزاد. این مسابقه مورد علاقه منه. چیه؟ سبقت آزاد رو من دوست دارم. باید چکار کنیم؟ بهت میگم قبلش بریم با قدرت شروع کنیم. بازم عیدتون مبارک. بفرمایید. از ساشا شیفش چه خبر؟ ما اینقدرم که تو پیگیر نیستیم. از کی؟ پسر آقای شیفه. میدونستین تو خونش سوسک پیدا شده بوده، 3 روز تو هتل بوده، آقای فتی خودش رفته کشته، گفته بابا بیا سر خود زندگی. جون من نه باور کن بعضی به سوسک حساسن دیگه. من بعضی رو میشنستم آدم گنده، مثلا یه آقای گربه میترسم. مثل کی؟ نمیتونم بگم. اشاره کن. من چندشم میشه. نمیترسم که هزار بار سوسک بازی میکردم. یعنی سوسکای سبزی بود، بال داشت. تو تابستونا. بعد به پاش
دست با بازی نشدیم به پاش بند بستیم میچرخوندیم آزار این بابا بعدش هم چیزیش نمیشد الان لاغل افتاد پشیمونی کنیم تموم که میشد میگفت آخش آزارش میکردیم یعنی اذیت نمیشد جفت مار میکردیم آره. هم ما هم سوست ولی حالا اونجا پیدا شده هفتاد چیزی بوده که با سوست هم زمان رو نمیدونستم خب بعضی بعدشون میاد دیگه من هم از بعضی حیوان ها بعدم میاد حالا کی از گربه میترسه؟ نمیتونم بگم اشاره کن خیلی زیادم بعضی فوبی های گربه دارم بذار تا تو مثلا آدم هایی که بشن فوبی ها فوبی ها دیگه فوبی ها من شما بچگی تو خونه نمیگیم فوبی ها بچگی نه برای مایی که تو خونه به پدر همون میگیم به بابا همون میگیم پدر عادیه شما تو خونه به پدر چی میگیم؟ ابو طالب میگه آقا میگیم بابا آقا نرفتی شمال با پدر؟ نه دیگه کنسل شد دیگه با بابا چی؟ رفتی شما؟ نه دیگه حالا میریم علی شما نه آقا این تا پارسال برای غذا هم پول میداد تو خونه شون تو فکر کنی اینقدر محبت داره باباش بهش؟ داستانو به من شما بوده جا نه با واقعی بود کی میبره این بازی رو؟ ببین سواله که چالشی بپرس چی میگه؟ عقلت چی میگه؟ این برگفت برداشتت چیه؟ حالا دلت چی میگه؟ مسابقه امشب یه دقیقه من دوربین ها رو شما مرتضی جان دست تو ببر بالا اون نه با اون دوربین صحبت می‌کنه خیلی خوب آقا دوستش داره ببین رکورد این مسابقه دست آقای لطیفی از باشگاه استقلال علی؟ بله بله با 83 امتیاز همه رو ده داره یعنی یه چیزی هم بگم 4 تا زد 20 بعد پنجمیشو گفت میخوام اینطوری بزنم گفتم نه لوس بازی در نیار از قصد زد پایین یعنی قشنگ دیدیم هم من هم رقیبش دیدیم از قصد آره زد پایین دقا. گفت میخوام جذاب بمونه گلزن به افتخارش استقلال بوده دیگه شما میکاری کن جذاب لژیونر بوده فهم یه جوری بدن جذاب الان شما فکر میکنی رکوردشو بزنیم نه بابا 83 نه اه. یه دونه تو سیب بزنیم کافیه واسه امشب رقیبم رابو دیگه رابو یه دونه مثلا سه یه دونهشو رابونا من میخوام بزنم چی رابونا از اینا یه دونهشو اینجوری میتونم بزنم آره آره آره, آره. تو آقا یه دونه شما به عشقتون میتونی بخوابی میتونی هر کاری نوکرتم بریم یه دقیقه تحریک میکنم تابلو رکورد به ما میدین آها سجاد خان مشایخی بسکتبالی 454 علی علیپور 413 آقا فون میزاده 405 سید سالهی 402 قلیپور 387 آقا سلیمی 375 آقا احمدزاده 371 عباس غزالی تنها هنرمند 365 چه خنده نازی هم داره عباس گل عباس خیلی فوتبالیست خوبیه بله 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 خیلی هم وقت گذاشت بعد تو اینا تو صورت ها الان یا کنی نه بهداد خان سلیمی یه لبخند این ورزمنه داره تو صورتش عباس غزالی هم اینطوریه آقا فونونی زاده آقا مهدی میگه یا توپ رد میشه یا بازی کن آقا فونونی زاده تو صورتش میگه ببینم چی میشه است آره حله سید ساله ای تو صورتش یه دارم برات داره مشایخی میگه مشایخی قابل نداره شما اول باش مشایخی آره بریم شروع کنیم بریم شروع کنیم آقا یک دو سه بفرمایید نه یکی میزنیم نه من اشای شما اول اینه نه تو این نه من به خاطر اینکه شما از نظر سنی یه سال بزرگتری یک سال حداقل خیلی خوب پس من 5 تاشو بزنم 5 تاشو لوس میکنیم خیلی با تمرکز با آرامی ممنون دادم شانسا درست بیست و زد قشنگ بود
ده تا عبدالله روای پرسپولیسی نیست آقا بگید روای تیم ملی شاید گذاشت نیست دو انسیاه عبدالله قره شدی ها رابانه شد نزد رابانه قره بود بزنید اول آخرش اسکنه رو دیگه دادش بیخی ها اول آخرش خوب زدم آقا خوشگل زد 52 امتیاز خوبه دیگه امتیاز بالاییه نه تا اینجا چونه خیلی بالاست محترم یادم رفت یه دونه روانا بزنه یه دونه شانسی یه دونه همینطوری بزن برای دل ما نه تو مسابقه باید میزنی برای دل نه بزن یه دونه برای دل ما عبدالله فقط با راست میزنی؟ نه من رابانا رو با چپ میزنم آره. با چپ رابانا رو با چپ میزنم بزن آقا با هر چی دوست تخصصی ولی با راست میزنی نه دیگه بسته دمت نوکرم باشا چیه؟ دلقش چیه؟ دلقش چیه؟ آرام بزن خشنگ زدی داره خوب بود؟ اون رو همه بزن دیگه میدونی بعد به من میگی ها؟ نه جونه تو تایید بی خود میگیری؟ بابا خوشگل چند تا میگیرم معمولا؟ معمولا چند امتیاز میگیرم؟ این اولین بار بود تو اینطوری زدی کسی تا حالا نزد نه آقا کسی تا حالا اینطوری زده نوکرم اما رکوردش 83 خیلی خوشگل زد بعد ببین ویژگی مهمتر اینه که همیشه با راست میزنی اینو با چپ زدی اینو با چپ زدم آخری بیا آقا بزنم بفرمایید ببین یه دونه فعلا بی تکرم چاپ دارد بله من جلو هم بله که خراب میشه چهاره یا دو؟ دو 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 چهاره ویدیو چک دو خیلی عقبه تو تخصصی با راست میزنی پنج پنج ببین پاتو نزدیک خوب بزن تمرکز پاتو نزدیک خوب بزن ببین دیستو گرفت دیستو گرفت نه ده نگرفته ده خیلی خوب چهل پنجاه و دو مرحله اول عبدالله روا گل کاش نوکرم از همه جذابتر اون حرکتی بود که جزو مسابقه نبود با چپ زدی بزنید بریم با آقا محله بعد بفرمایید این مصدوم میشه تا آخر بازی تابستون موجی مراسم بهترین های فوتبال ایران بوده نگو نگو چی کار کرد نگو چی کار کرد هنوز ناراحت هم ازم نه الکی حرف میزنه واقعا چه جوری میشه آدمی اگه یه گربه بترسه ببین همه این مرزا رو اینجا شکستیم بابا گربه گربه بعضیا نسبت به گربه اصلا ترس دارن مثل کی فرق میکنه ترس دارن خیلی هستن آدمای معروف هم داریم که میترسن آدم ها غیر معروف هم داره او هم مقدار نگاه کن تهیه کننده ما مگه نیست از کم خاکی میترسه واقعا؟ آره دیگه بیازاره کم خاکی که اصلا نه سر داره نه ته داره نصفش کنی جفتش زنده میمونه اصلا هیچ چیزی برای تو هست همه چیزایی همه چیزایی که چیزای برای چجوری زنده میمونه قلب یه طرف هست نه بابا اون تک سلولیه چیز دیگه مارموله که دومش رو بکنی را مهندس جهنم مهندس ادبیات چه مهندسی مهندس یه سوال ادبیات دیگه بپرس یه سوال ادبیات دیگه بپرس یه سوال کتاب پله پله تا ملاقات با خدا نویسنده نمیشه کیست ای گفتی مال کیه غلام حسین زرینکوب عبدالحسین عبدالحسین میگه چند تا پله داره ما با کی ما اومدیم واقعا هم شوت بار
واقعا شوت بار. خانم تو گفت خیلی شروع کردی باید با نه نه من خیلی تحت تاثیر شما قرار گرفتم ببخشید. مدیر صحنه ما 3-2-1 برای دوربین گفت شروع کرد. آره آخه به من نگاه کن. بله ببخشید. خیلی خب بازم عیدتون مبارک. بس من شروع نمی کنم. بازم باش. بازم نیمه شعبان رو تبریک میگم. آقا عیده، ما باید برنامه ضبط کنیم، چرا همه در حال مرتضی کجا؟ اون نه، اون دوربین، ما با این دوربینیم. خیلی خب، رسیم به مرحله دوم از مسابقه امشب. مسابقه قبلی رو یه دقیقه امتیازدار رو بدین. ماشاءالله به این امتیازدار. این ستاره برای چیه؟ آقای ربا 52 تا و یه ستاره، آقای ابو طالب 40 تا 20 ستاره. دو تا یک دقیقه فرصت دارین. 8 امتیازه این توپای گویای سفید، 3 امتیاز جمع سفیدا 42، با 8 امتیاز 50 تا نیمه اول، 50 تا نیمه دوم. اگر تمام این توپا رو تو حفره فرستادین، آره ببین باید یه دستتو بگیری به این وسیله، با یه دست زنگ بزنی تا بچه‌ها بگیرن اینو. آماده این رکورد رو لطف میکنیم به من بگین میلاد؟ ما دنبال رکورد نیستیم اصلا، آماده یه بازی کنیم. آقای چقدر بالا رفته، نخوره میلاد جون به اون سخت. علیرضا نادی 24 ثانیه ذخیره نیاز. اون ماشاءالله هر کم از دستاش مثل یه بیل میکنه، کی میمونه؟ خب معلومه. نگاه کن گیر کرد. برو بالاتر میتونی بری؟ خب بعد به چی میخوای برسی؟ ولش کن. نه میخوام اینا تشت رو کجا میخوای بری؟ آقا نه یا بیا پایین. بیا پایین به کاری میکنید مرتضی رو تحویل بگیر. آقا خیلی با شمارش من شروع میکنیم. 1 2 3 آقا بیا یکی کمک کنه اینجا و دست به نسه یافته. میره از این تو رو همه بکنم کنجر کنی یه نوزه بوده. آقا این توپه گیر کرده چکارش کنم؟ خیلی عجیبه عبدالله، میدونی چرا؟ تو اینجا بود به راحتی میتونستی بیاری اینجا. خنگم بعد نه خنگ نیستی دور، تو از اینجا اومدی مثلا از اینجا رد کنی بیاری. من میدونم. آره پیشیدش کردی. دو تا برای شما، دو تا هم برای شما. نیمه اول شد 44 44. تکرین نیمه مربیا. من احساس کنم انتفاقم کم بود. یلاس بریم برای نیمه دوم. داره گرم میکنه. همین کارا رو بعد برنده هم میشم اونی که خودش گفت پیش. خب ببین چیز ابو طالب جون، تو شما از کی مینویسی برای من تعریف کن. من واسه برنامه ویدیو چک از پارسال آذر دی ماه کلا از کی شروع کردی؟ از همون موقع شروع کردم. اولین کار حرفه‌ای تو که شروع کردی برنامه ویدیو چک بود. خب بعد خندوانه و خندوانه بعد از ویدیو چک بود. شیش هفت ما برمید. نه نکته تو میکشیم. بریم نیمه دوم. آماده این؟ سه
یه قرمز ره. نه بایی شهره تو هرچی ببینی بردی آقا نه یک بیرون هستشون یه نه بودم یادت یادشون نشد. بله بزن بیا پنجاکا شد زد منو اول جو گرفت اینجوری انگار دارم هم میزنم دوتا شد نه خیلی خوشگل ریختی بیرون نیمه دوم پنجاکا شد عبدالله زد جمع امتیازها رو بدیم ببینم چقدر شد این نیمه با میگیرم ات سه تا دیگه مونده نیمه دوم رو میدیم به من با جمع نیمه اول دومو پنجاکا عبدالله داشت نیمه دو. آقا اضافه کن ببینیم چی شد چند تا خالی داشتش؟ دو تا یه دونه قرمز و یه دونه سفید رفت بیرون ابو طالب اون رفت ابو طالب داره آماده میشه برای پارا المپیک این میش قابل جبران یا دیگه اول شد خوبم یا نه رکوردم خوبه 94 80 عبدالله این بازی رو میرم تو اونا بریم مرحله بعد بفرمایید یه ذره با لهجه بروجنی صحبت کن خیلی چیز پیچیده نیست یه نوع فارسی ایتالیکه مثلا یه خواهی کجه مثلا چی بگم هر چی دوست داری بگو مثلا میگه که میگه تونو از گل درست کرد و دلش رفت یعنی یه نفر به معشوقش میگه که خدا تو رو از گل درست کرد و دلش رفت تونو از گل درست کرد و دلش رفت و یادش دیگه عباقی گلش رفت به تو ور رفته های خوشگلترت کرد و پس های مکه شد زد گلش رفت یعنی منو خیلی زشت درست کرد تو خوشگل درست شد در اصل مشروعش میگه چقدر تو زیبایی این از خودش هرچی میخواد میگه بعد اینجا کسی نیست ادبیات خونده باشه باش برخورد کنه همه اینجا لااقل فوق لیسانس دارن فقط تو مرسه استثنایی میرفتی همه اینجا ماشاءالله فوق لیسانس دارن میگم این اینجا میزبانه توی تماشاچیان فکر کنم خیلی تشویق میشه. حتی ما چند تا بچه محل داشتیم. چه بچه محلی؟ تو تماشاچیا. بچه شاپ داره. چه زوری می‌زنی آقا؟ مرحله سوم از مسابقه میره چه صورتت جمع میکنی موقع این کره میبری آقا مرحله سوم از مسابقه امشب جمع امتیازها رو لطف میکنیم بگین او عبدالله 146 دو ستاره ابو طالب 120 بی ستاره آقا به من گفتن قابل جبرانه ما مسابقه الان سوم داریم برگزار عبدالله میتونی جدول رکوردامونو جا به جا کنی ها؟ من یه دونه دیگه ستاره بگیرم برای شورای شهر مینویسم ساده ای والا خوبه ولی همین که از ابوطالب جلو باشم دشمن شاد نباشم نه این آیتی به من گفتن سه تا آیتم هست خیلی خوب والا میبینیم انشالله که خب بریم دو تا نیمه است ابوطالب تو سابقه فینال داری نه رفتی فینال آره. فینال خندوانه تو خندوانه آره خب تعریف کن بردی بعد نه دیگه فینال باختم به کی؟ به علی صبوری این مال همون سریه که فرهادینا بودن آی آیش بودن خانم بهرام اشکانم بود اشکان و... بابا ندیدی چرا من مملکت چرا ابوطالب بود هم... نه آقا دارم اون قسمت بابا اون موقع طرف میگه من رانندتم مهمون نیومده اومدم وایسم کار کنم نمیرسه آقا به خدا دیدی الان تو گوشی گفتم بابا اون الان از این آدم هست که مردم کاراشو دنبال میکنن میدونم آقا چرا نمیذارید من سوالمو درست بپرسم
میگم این مسابقه ای که میگی همون مسابقه ای که فرادینا پوش بله. میکردن بله. اشکانینا چون اون موقع من یه تئاتر داشتم ساخت ایران یه سریال یه دونه سریال دیگه بابا من روزی 3 ساعت میخوابیدم بعد برنامه شما رو وایرال میشد قسمت هایی که توی فضای مجازی وایرال میشد میدیدم کی برد چیز رفیقت برد فامیلیش چی بود؟ صبوری برد استنداپ برای ما نمی کنی؟ اینجا نه دیگه اینجا بزن انرژی رو بزن 26 تا عقبم من با آژان کشی 20 تا ازت از تهیه کننده میگیرم آقا منم استنداپ میکنم آقا خیلی واقعا شب عید نیاز دارم بخندم ابو طالب حتما یه چیزی آماده کرده بذار یه امتیاز بگیره بیاد بالاتر بذاره میشه خواهش کنم بیای بالاتر آره دو تا نیمه چند دقیقه از هر نیمه 1 دقیقه 30 ثانیه‌اش رو روان رکورد دست کیه علیرام نورایی قسمت 2 از شوتبال اومد رکورد زد و هنوز رکورد علیرامو کسی نشکنده دیگه ما هم نشکنیم دیگه خرابش نکنیم دیگه از قسمت 2 تا الان مونده الان ببین چقدر تنبلیم که علیرام جدی هم نگرفته بود ماجرا رو منم جدی نگرفتم من جدی ام مثل جدی ام الان تو الان مثل تو پشت صحنه رو بگی نشون بدن معلومه چه این راکی با تناب تو اومدی من میخوام دل شما شاد باشه وگرنه جدی میگی من 1000 تا کار دارم بجام همه رسن دیره بده بریم دو تا نیمه داریم یه نیمه اینور شما یه نیمه بعد نیمه دوم یه دقیقه رو عوض میکنیم حله قانونش رو میدونی 5 تا توپ اینور 5 تا توپ اونور باید توپا بره سمت مخالف هر جوری که انداختیم هندونه ای آها استرک. روی این نقطه قرمز نباید برید نه پا بذارید نه دست از بالا هم نندازین هر مدلی که دوست داشتی بنداز موافقی؟ من که موافقم آره بزن قدش بزن قدش من شناختی دیگه الان الان شناخت باید تو گوشیت گفتن صدا اومد آقای پویان میبینی وقتی چیز میکنی آقا ابو طالب ما رو به سخره گرفت ببندم اینو امیر حسین به خدا معروفه اون بری بریم تو آقا بشماریم بذار ببینم ابو طالب جون یه دقیقه واسه این قرتی بازیاش تموم شه ما آماده بیا دیگه آماده ای؟ آره بشماریم از بالا ببین چند تا رو با هم بغل کن بعد یه هو بنداز خب عبدالله آره چند تا رو بغل کن با هم بنداز این از کجا اومد آقا توپ از کجا اومد بدتر میشه که نداری؟ تمرکز تمرکز دمت گرم دو تا توپا رو انداختی رفت بیرون چند تا داری الان؟ 5 تا 5 تا میشه 25 تا برای عبدالله چند تا داری؟ 15 تا خب 15 25 نیمه اول اونا دیگه اوته برگشت یه لحظه نیمه اول امتیاز منفی داره دیگه همه رو انداخت بیرون نه یکیشو تو انداختی بازم یکیشو زدی رب بالا یکیشم عبدالله آره آره. انداخت درسته؟ خب 15 25 نیمه اول جا رو لطفا عوض میکنین توپا باشه 5 تا آره عشقم چون 5 تا باید هر طرف بگیره چی می‌خواست چند تایی تو بغلت بگیر این یه رمزی زده بچه‌ها توپا 2 تا 3 تا 5 تا 5 تا این بعد عبدالله کارایی می‌کنه آدم گیوا دو تایی میندازم نمیره هیچ کدوم سن راکیه 5 تا خوبم ابو طالب ببین اون کاری که عبدالله میکنه درسته 5 تا 4 تایی بغل کن با هم آره. که یه بار دلاشی توپ جمع کنی درسته
وسط بازی بهت گفتم گوش نکرد. حواسم نبود. آره بریم. بریم. بچه‌ها آماده ای؟ من 5 تا دارم. 5 تا باید باشه. اون 4 تاست. نه 5 تا. 1 2 3 آخری که رفته شد آره. درست بود آخری رو عدد صفر رفت، ولی یه دونه توپو آقای ابوطالب از بالا انداختی. شاید خورد نهیده من. نه یه دونه توپو زد عبدالله، تو هم زدی توپ عبدالله، خود به توپتو از بالا رفت. یه دونه توپ اینطوری شد. یه امتیاز به من بدین نیمه دوم. فکر میکنم امتیاز کلی 60-30 ابوطالب حسینی یه ستاره هم گرفت. نوش جونش، بریم مرحله بعد. ببین شناخت شما چقدر. روا حیا کن شوت بالو رها کن، روا حیا کن شوت بالو رها کن. واقعا در طول هیچ برنامه اینقدر هم توهین نشده. بازم میگی خونه عبدالله رواست؟ چی؟ این همه تشویق کردن گفتن روا حیا کن. نه اینا که دسته پشت پرده است. من رو دوشک هم الان جسیرم به بریانه. من دیگه صحبت ها بقیه صحبت ها رو دوشک. به نظر شما امیر حسین مویشی بهتری یا؟ با علی مهرامن یا با امیر حسین که عالیه. بازم نیمه شعبان تولد امام زمان و تبریک میگم خدمتون. رسیدیم به مرحله چهارم از مسابقه امشب بین عبدالله جان و ابوطالب جان. معروفه واقعا. خیلی خیلی عرق کردن. بهشون گفتم قبلش مسابقه سنگینیه. هم عبدالله حسابی نه عبدالله که ورزشکاره له شده. نهی تو رو ابوطالب عرق نکرده. تفریح میکنه. اون عادت داره، اون تاکسی اینترنتی کار میکنه. کار با قویه، من نمیتونم. تاکسی اینترنتی تو رو میگه. چرا توی نفس داشت اصلا. اصلا به نفس چرا توی میشه دیگه، من نمیدونیم. این خون دیگه مغزش نمیرسه. یه امتیاز به من لطف میکنیم بدین جمعو. اوه، 180. تکرم. 176. یه ستاره ولی عقبیش. بله. خیلی خوب. مسابقه اول رو من خواهش کردم که آقای روا شروع کنه. این مسابقه رو من خواهش میکنم ابوطالب جان شروع کنه. ولی یه دونه است، مثل اول، مثل دارت نیست، 5 تا پشت هم. یه دونه شما میزنی، یه دونه عبدالله. اولی شما زحمت بکشید. بچه ها به افتخار آقای ابوطالب بفرمایید. یه جا دمیگه دمیگه این از آیتون رو بریخ و هم
چهل تا هو من کم باد بود. نه درکت میکنم آروم و کنترلی بزن. ایسلندی هر حسن اب نداره. ایسلندی میخواد. یک دو واو اینا میشه با من عوض کن. آره بیا این همه تو شما چرا میره آقا بوتر تو بیجا هست حله این برای چانس داره من به نظرت میاد. نه بده یکی دیگه بده یکی دیگه بده که نگه فکر میکنه آه ببخش مثلا بره رواه نه شمایی من همین حسین جان ترینمون رو زد. نه بغلش زد میلادم شانس رو دردو بزنید دو طرف رو میریزه بالا هم میریزه بزنم؟ برش هم خب بزنم. یه ضربه دیگه داری سته بزنم یکی دیگه شما بزن سته بزنم تو دوتا دیگه داری این. الان یکی دیگه بزن این خورد به این اینا هم قبوله؟ اگر هم به این نمیخورد میخورد اونو زیر دیگه داشت میرم نه دیگه همه دوستین داشت میرم یه دقیقه وایسین بچه ها توپ آخر آقای روا قبل از اینکه برسه به اونجا خورد به این قوطی ها آره بابا داشت میرفت بالا دیگه داشت میرفت بالا آقا این اون یکی داشت میرفت بالا خیلی خب بفهم من آخریمه چی شو؟ نه دیگه، اون پایین بوده به خودت زدی بابا، اینا ریخته بود، مال همه رو جمع مال همه رو جمع کردیم کجا دارم؟ داور سختگیری داریم ها، برم بفرمایید خیلی بریم دوتاش اینا نظره تمومه ها نه بذار من کارش ندارم اخلاقو باخته خیلی چیزا رو باخته همه با من یک دو سه بیا عبدالله باید دو تا بزنی ببین بیا بیا عقب من برات کاشتم آخری ها نمت جان بذار ببین این بذار بایسه این اوچه هم ستاره میگیرمش هم امتیازی دعا کن دیگه خب همه ارسن اون یکی من بیاد من بزنم
80 بعدی بریم مرحله بعد بفرمایید. یه نکته دیگه هم بگم، ابوطالب سرباز کچل کرده. من خودم درش آوردم. از کجا؟ نه من بدهکاری با دوستام زیاد شوخی دارم، بعد گفتن که کچل کن بهت میاد، بعد که کچل کردم فهمیدم آره هنوز شوخی داشت. شوخی داشتن ابوطالب، ولی 6 ماه عوض میخوره بهش. میبینی اون خدمتو که رفته اصلا جرقش جرقه همه هنراش هم اینا تو خدمت زده شده دیگه، اولین بارم اونجا اجرا کرده. یه نظرسنجی میذاشتی؟ خب گذاشتم، گفتم شوخی داشتن با من، گفتن کچل بیشتر بهت میاد. ولی جدی یه لحظه اینو بگیر، بعد سیبیلای خیلی خنده دارتره. چرا به من پرداخته شد؟ میگم میزبانه، ببین اینجا مشخص میشه یه مرد واقعی چی داره. گیریمور کار کرده رو سیبیلش این شده، خدا وکیلی سیبیل به این خوشگله مثل دست کتری میمونه. چه حرفی داره میزنی؟ دست من کتری اینجوریه، تو برای تو اینجوریه. نه از اون کتری ها، از اون کتری ها، کتری آتیشی ها، کتری آتیشی ها. رسیدیم مرحله آخر. عبدالله جون کجایی؟ من بگم؟ نه آقا چیکار داری؟ آقا هر کسی بازی خودش رو بکنه دیگه. من اون دوتا که جلو افتادم با تو حرف زدم. نه دیگه تموش. آقا بفهم داری میبازی؟ ببا هنوز اون میتونه حرف نزن. یک امکان داره یک جمع امتیاز به ما بدین؟ چرا امکان نداره؟ مانیتور هستیم. ولی چهاره خیلی نزدیکه. آقای ربا مغرور شدم. آقای مازیار ناظمی زنگ زده گفته غیرتتون نشون بده. الان دیگه کلینام زنگ بزنه فایده نداره. نداره. 260-246 نصف بچه های شوتبال کش کردن قبل از شروع مسابقه. عبدالله آره من بهش یواشکی رسوندن که اینجا قلقش اینه اونجا قلقش اونه، ولی ابوطالب و خدا بغل کرده بود. همین جوره تو خند بنده با نه این مغرور شد، بعد فکرشم منحرف شد. بعدم آره یه چپ قره شدی، دو تا 20 زدی، بعد دیگه گفتی دیگه با چپ میزده شما برای چپ زدن برای راست زدن قبول قره شدی یه مقدار. نه یکی از این عوامل حواس منو داره پرت میکنه. کوشش آره میفهمم. خب بذار کارم رو بکنم. خیلی خب بریم مرحله آخر رو شروع کنیم. تو این مرحله رکورد دست آقای عنایتی رضا عنایتی با 43 امتیاز. در این حد این رانس داره اینجا، در این حد من بیننده پرابا قرص من نمیدونم بهش میرسونم. گوشی ها رو به مجریشون نمیرسونم، به عبدالله زودتر میگم. من بیننده هم، من برنامه مسابقه شوتبال خیلی باله. ببین مسابقه قبلی رو من خواهش کردم که آقای ابوطالب شروع کنه. این مسابقه رو میتونم خواهش کنم عبدالله جان شما شروع کنید؟ اگر نگم نمیکنن این کارو. گفتم با دقت آروم و متمرکز. یه دونه یه دونه دیگه. اگر نگن شما پرت میکنن. یه دقیقه وایسا. این خط اگر برسه 3 10 20 برای بینندهایی که تو خونه تازه دارم میبینن. بیفتم هیچی حتی برای شما شاید یه امتیازی لحاظ کنن. برای شما آه. ممکنه منم عوض کنن. امیر حسین اذیت نکن. بریم 1 2 3 بفهم. 10 تا. وا ده رو گرفت. 20 تا تا الان. 3 تا. 10 اون؟ بله خط رو گرفته. رسید. مرسی. ماشاءالله. زدی. دیگه دست نزن. ببین. مال خودم رو انداختم پایین. 10 امتیاز. نازنین 10 امتیازی رو. بابا خدا اون بالا زهن. 10 خودش رو انداخت بیرون.
قیافه آفرین ابو طالبو کردی ده ده خودتو انداختی بیرون. ماشاءالله. خب من سه تا دیگه دارم. چند تا دیگه دارن هر کدوم؟ دو تا. من سه تا تو دو تا. خیلی خب شما سه تا داری. سه تا خدا بده برکت. بیا کوشی. خدا بده برکت. میخوای به جا بزنی؟ خب چند تا دیگه داری تو؟ دو تا. با خب الان مساویم 13-13. الان مساویم. خیلی خب این چند تا دیگه داری تو؟ آخریشه. خیلی محاسباتو به هم میریزنیم، میدونی چرا؟ آره آره. چون الان 10-13 10-16 سه تا عقبی. ولی عبدالله یه دقیقه بیاییم ورتر که مکنم دوربینا ببینن. مساوی. خب مساوی شد. های فقط من رو میخواستیم اندازه و من بردم. 10-10-13. آره خیلی مهم بود براش به خاطر اینکه با این مساوی ما رو شناختی. تکرم. سری خیلی خوب بریم بخش تماشاگرها اعداد رو بیاریم. بگی با اونو نگی من بردم به دوربینم روینه. خدایا عبدالله جون میتونم خواهش کنم اینا رو قاشق؟ نه آقا میتونم خواهش کنم بابا کمه هستم کاشی شخصیتش هم بشه و اون شخصیت که نمیتونم بشه تسن. عبدالله میدونی تو اگر که به بازی به چی باختی؟ آره. خب یه دونه بکش دوستان، یه دونه هم شما. خیلی خوب چنده؟ بیارید بالا ببینیم کدومه. 127 شما چند؟ 170 بفرمایید. صد و بیست و هفت و صد و هفتاد بفهم اینجا باشه. صد و هفتاد یه لحظه اینجا. آقا خیلی خوش اومدی. خودتون این ور رو به این ور دوربینا این ور. خودتون رو معرفی کنین. به نام خدا مهدی هدایتی هستم و عید و به همه بینندگان و حضار گرامی تبریک میگم. خیلی ممنون. خیلی از کجا تشریف آوردین؟ تهران. بفرمایید شما. به نام خدا پژمان سامانی هستم. عید تبریک میگم از تهران. از تهران. خیلی خیلی خوش اومدید. تو چه کاری هستین آقای سامانی؟ ما کارم آزاده تو لاله‌زار. تو لاله‌زار. شما تو چه کاری هستین؟ شرکت مهندسی. شرکت مهندسی. متولد چندین؟ 63. ماشاءالله. قشنگ معلومه از من کوچیک‌تره دیگه. شما متولد چندین؟ 63. ای بابا. از یه مدرسه اومدم. من هی دنبال یه ماجرام ببینم کدوم بزرگتر اون شروع کنه. چه ماهی هستین؟ خرداد. شما؟ 5 اردیبهشت. اردیبهشت. دوست داشتی اردیبهشتی هستی؟ شما شروع میکنی بفهم. خیلی خوب. همین بازی ما رو؟ بله. خیلی خوب. کارتاتون رو نگه دارین. بچه‌ها بیا اینو ببرین. من طرفدار اینم. منم. آره. خیلی مهمه. شب یه خونه یه روز برام ببن. آقا بفهم. شما باید اینا رو میگیرن بگیرن. سر بدین اون رو. الان میتونیم بریم تو آشسیا؟ نه باید بیا. بذار اگه بذاره میام. تو بعد برنامه باید بری. اگه بیفته این ور اوته. بیا سه رو بگیره 3 امتیاز، خط 10 رو بگیره 10 امتیاز، خط 20 امتیاز. آره ببین به هم میتونید بزنید مال به هم دیگه رو بندازیم بیرون. شما پرسپولیسی؟ شما استقلال. به بفرمایید محکم بزنی میره بیرون. یه دونه شما. نه شما ببین خودش بده بلش نکن. ماشاءالله. سم تیار. محکم کن. طرفداری هم میکنی؟ ماشاءالله. خیلی دیگه. خوشو. فرق مربیه آقای روا. ماشاءالله بیا. بیستا. راقل بیستا رو به این داستان فاشت تو بیستا. باری دیگه ماشاءالله. باید بندازم نه مالا خوده
آفرین. ایول بهتر شد. سیب نه نه دو, سی. دو تا چهل بیستا سی تا چهل تا آفرین. چهل سه سه ماشاءالله طرفدار عدیمی هم میشه چهل تا خوب زد مبارکتون باشه خیلی ممنون خیلی خوش اومدید خیلی خوش اومدید حسن باشید مبارک بریم مرحله بعد بفرمایید قشنگ من دیدم برد فقلش خیلی خوب رسیدیم مرحله آخر بازم عید و تبریک میگم بهتون امیدوارم از برنامه امشب واقعا اونقدر که ما لذت بردیم شما هم لذت برده باشید جمع امتیازها رو ببینیم عبدالله روا 259 دو ستاره ابو طالب حسینی 273 دو تا ستاره خب ستاره ها تأثیری ندارن یه بار ولی با ستاره ببینیم دیگه دو تا ستاره هم دیگه رو باطل 319 333 ابو طالب برنده شد آقا دمت گرم دمت گرم ابو طالب جون نبا قبول کن دیگه بردی ابو طالب اونه آخه زدی رو شونه من گفتی بخوام این کارم من این رو هم برو معاش میکنم دیگه نکن عبدالله نه نگو دیگه شو در مورد امشب اگه بخوای صحبتی بکنی چی میخوای بگی؟ حرف آخر، حرف پایانی؟ در مورد روا میخواستم بگم که بعید میدونم به چه گفت در مورد عبدالله اخلاق و باخت، نتیجه رو باخت، ستاره آخرم نه خودش گرفت نه گذاشت من بگیرم عبدالله امشب به تو نباخت آقا من دیگه میخواستم دوتاشو با هم بندازم تو سوراخ دیگه نمیشه دیگه، وقتی که طمع میکنی، طمعکاری اینه ما آقای رستمی برای این شوخه ها فقط برای شادی دل مردم اومدیم سعی جمع شما تو منی نکوبیدم من واقعا نمیتونم ببازم من اینقدر خندیدم با چرا خوب میبازی که راحت چرا میبازم فوتبال لسی باختی تو احواز بیبون آی داداشم برده و شبیه این آقای همه بله بله آقا تابلو یه بار دیگه ببینیم تموم شد دیگه باخت آقا شما اگر دوستش باشین یکی از دوستان رو دعوت کنیم این برنامه دوست دارید کی بیاد؟ من آقای حمید سوریان بچه محلمونه خیلی دوست دارم ببینم که حمید رفیق جینگ خودمه حمید دفعه دومه داری دعوت میشی یه بار یکی هم مهمونامون گفت که یادم نیست کی بود دومین بار علی اشکانی گفت آقای ابو طالب گفت و سومیش هم خودم بهت میگم حمید خجالت بکش سریع آمادشو بیا شما خودتو دعوت کن بیه یه بایدی شانس داریم دعوت کنیم ما بچه محل کشتگیر و قهرمان داریم ولی کشتگیر نداریم خب نه یکی بگم که مثلا مطمئن باشید مطمئن باشید میاد علی پور اومده گفتی؟ علی پور علی پور فرشید اسماعیلی بیاد فرشید اسماعیلی یه لحظه وایسا وقتشه واقعا یعنی محلتون اینطوریه یه تکون میدی توش علیپور و اسماعیلینا گفتم جزء بچه محلمون نیستن ولی جزء بچه‌ای که میشناسم من فکر کردم توی مشتمع این همه قهرمانه نه یا با فرشید متا دکتر نوروزی بودیم تو مریض خونه دیدیم هم دیگه نزدیکتر برخوردش برای فوتبالیستا فاصله کم منتظر دکتر نوروزی بودیم قبل اون چیپه بود البته خیلی ممنون شکرم فدات بشم اینم یادگاری از طرف ما داشته باش عبدالله جون دمت گرم این آینه دقش ها این مهمونایی که دوستان اسبردن و ما دعوت کردیم قبلا ولی همش مشکل زمان داشتیم برای اینکه تشریف بیارن ایشالله که هماهنگ بشه زمان داشته باشن بیان بازم عید و تبریک میگم خیلی ممنون که ما رو تماشا کردین عیدتون مبارک عیدتون مبارک شبتون بخیر بفرمایید